واسه درست کردن یه هویج پلو خوشمزه، اول تو سینه مرغ رو با یه پیاز، یه قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و یه مقدار آب میذاریم رو حرارت تا حدوداً 1 ساعتی بپزه. وقتی هم که مرغا پختن، اونا رو ریش ریش میکنیم و میذاریمشون کنار. بعدش حدودا نیم کیلو هویج رو با رنده ای درست رنده میکنیم. وقتی رنده کردن هویج تموم شد، یه مقدار روغن میریزیم تو مایتابه و یه پیاز رو که نگینی خورد کردیم بهش اضافه میکنیم و یه 2-3 دقیقه تفتش میدیم. بهترم هست مقدار روغن یکم بیشتر از حد معمول باشه، چون واسه دم گذاشتن هویج پلو دیگه آب روغن نمیریزیم. بعدش نصف قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم میزنیم. حالا 2 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه هم به پیازا اضافه میکنیم. بعدش هویجای رنده شده رو هم میریزیم و 2-3 دقیقه با پیازا تفتشون میدیم. بعد 2-3 دقیقه اون مرغایی که ریش ریش کرده بودیم هم میریزیم و هم میزنیم تا با مواد دیگه همون قاطی بشن. حالا یه پیاله زرشکو که از قبل شستیم باید بریزیم رو مواد هویج پلومون و 1 دقیقه با مواد دیگه تفتش بدیم. واسه اینکه ترشی زرشکو بگیریم، 2 قاشق غذاخوری سرخالی شکر میریزیم. البته اندازه شکر رو بسته به ذائقه خودمون میتونیم یکم بیشتر یا کمتر کنیم. آخر سر هم یکم زعفرون دم کرده میریزیم که رنگ و عطر غذامون رو عالی میکنه. حالا در مایتابه رو میبندیم و میذاریم مواد هویج پلومون حدوداً 10 دقیقه رو حرارت کم بمونه. از اون طرفم 3 پیمونه برنجو که قبلا شستیم و با آب و نمک 1 ساعتی خیس کردیم میریزیم تو آب جوش. وقتی هم که یه کوچولو نرم شد آب کشش میکنیم. فقط باید حواسمون باشه که برنجو خیلی نرم بر نداریم وگرنه هویج پلومون شفته میشه. حالا بعد 10 دقیقه نصف قاشق چایخوری دارچین میریزیم رو مواد هویج پلومون رو هم میزنیم. بعد از رو حرارت پرش میداریم. حالا بریم سراغ دم گذاشتن هویج پلومون. اول یکم روغن میریزیم تو قابلمه و چند تیکه نون میذاریم واسه تدیگش. بعدش از برنج و مواد هویج پلومون لایه به لایه میریزیم. آخر سرم هویج پلومون رو میذاریم رو حرارت تا حدوداً 30 تا 45 دقیقه بمونه و دم بکشه. بهترم هست که 5 دقیقه اول حرارت رو زیاد کنیم و بعدش کم کنیم تا خوب دم بگیره. و تمام. این شما و اینم هویج پلوی خوشمزه‌مون. حتما درستش کنیم که فوق‌العاده است. نوش جونتون.